به نام خداوند بخشنده مهربان. بخش های ایمانی و اخلاقی روزه. ستایش مخصوص ذات خدایی است که پروردگار جهانیان است، همان ذاتی که در قرآن کریم خود چنین فرموده است: و سارعوا الى مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وبسوي پروردگارتان و بهشت کے پہنای آن بقدر آسمان ها و زمین است و برای پرهیزگاران آماده شده است بشتابید. آن کسانی که در توانگری و تنگ دستی انفاق می کنند و خشم خود را فرو می برند و از مردم در می گذرند و الله نیکوکاران را دوست می دارد. گواهی می دهم که نیست معبودی بر حق جز الله یکتا و بهمتا، و گواهی می دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداوند است. درود، سلام و برکات الهی بر او و بر آل و اصحاب و بر همه کسانی که تا به روز جزا به وجه احسن از آنها پیروی کردند. اما بعد، خداوند متعال روزه را برای تحقق مقاصد عالی و حکمت‌های بزرگ فرض نموده است. پس روزه مدرسه ایمان و اخلاق است و کسی که در قرآن کریم تفکر نماید در میابد که خداوند متعال اهداف روزه را در کتاب مقدس خیش ذکر نموده و فرموده است: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای کسانی که ایمان آورده اید، روزه بر شما فرض شده است همان گونه که بر کسی که پیش از شما بودند فرض شده بود تا پرهیزگار شوید. و پرهیزگاری ارزشی است که همه خصال نیک را با خود جمع کرده است. بنابراین این صفت در قرآن کریم قرین ارزش های ایمانی و اخلاقی مختلف ذکر شده است، چنانچه الله متعال فرموده است: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. نیکی این نیست که روی خود را به سوی مشرق و مغرب کنید، بلکه نیکی و نیکوکار کسی است که به الله و روز قیامت و فرشتگان و کتاب آسمانی و پیامبران ایمان آورده باشد و مال خود را با وجود دوست داشتنش به خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و در راه گدایان و در راه آزادی بردگان بدهد و نماز را برپا دارد و زکات را بدهد تا وفا کننده به پیمانشان چون پیمان بندن و کسانی که در فقر و سختی و زیان و بیماری و به هنگام نبرد شکی باین، اینها کسانی هستند که راست گفتن و آنها پرهیزگارن. و برخی از بخش های ایمانی و اخلاقی روزه ارزش مراقبت است، زیرا روزه میان بنده و پروردگارش رازی است که هیچ کسی جز الله متعال از آن با خبر نیست و آن دلیل است بر یقین انسان که خداوند متعال از اسرار و اشکار او با خبر و آگاه است، چنانچه خداوند متعال فرموده است: وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ودر هیچ کار و حالی نباشی و هیچ بخشی از قرآن را نمی خوانی و هیچ عملی را انجام نمی دهید مگر این که ما حاضر و گواه بر شما هستیم. هنگامی که در آن عمل وارد می شوید و هم وزن ذره در زمین و نه در آسمان بر پروردگارت پوشیده نمی ماند و نه کوچکتر از آن ذره و نه بزرگتر مگر این که در کتاب روشن یعنی لوح محفوظ ثبت است. و به خاطر مفهوم مراقبت
از که پاداش روزه به حدی بزرگ می باشد که مقدار آن را جز الله کسی دیگری نمی داند. چنانچه پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده است هر عمل انسان چند برابر می گردد و پاداش هر عمل نیکی از 10 تا 700 برابر افزایش می یابد. الله متعال می فرماید مگر روزه که ویژه من است و من خودم پاداش آن را می دهم، بندم شهوت و خوراکش را به خاطر من ترک می کند. و لازم است شخص روزدار در حال روزه خود خداوند را در کار و تولید و سایر تعاملات خیش در رمضان و غیر رمضان مراقب بداند. و روزه مدرسه همه انواع صبر، چون در حال روزه روزداری بر ادای طاعت صبر صورت میگیرد و بر اجتناب از محرمات صبر صورت میگیرد و بر امتناع شهوات صبر کرده می شود. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم ماه رمضان و ماه صبر توصیف نموده است، چنانچه می فرماید روزه گرفتن ماه صبر و روزه گرفتن 3 روز از هر ماه مانند روزه گرفتن تمام عمر است. پس باید شخص روزدار دارای اخلاق صبر بوده باشد، خشم خود را فرو بر کسی که در حق او ستم کرده او را ببخشد و کسی که او را از چیزی محروم کرده به او چیزی بدهد و همراه کسی که با او بدی کرده نیکی کند، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید و هرگاه یکی از شما روزه بود نباید ناسزا بگوید یا بر کسی فریاد بزند و اگر کسی به او دشنام داد یا به او درگیر شد در جوابش بگوید من روزه‌دار هستم. همچنین روزدار واقعی دروغ نمی گوید، غش و غدر و خیانت و غیبت نمی کند. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید کسی که دروغ گفتن و عمل کردن مطابق دروغ را ترک نکند، خداوند هیچ نیازی ندارد او غذا و آب خوردن را ترک نماید. ستایش مخصوص ذات خدای است که پروردگار جهانیان است. درود سلام بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و بر همه اهل و اصحاب او باد. از مهمترین مقاصد روزه همبستگی و مهربانی و احساس کردن انسان حالات فقرا و نیازمندان اطراف او است. پس باید با آنها مهربان باشد، همراهشان غم شریکی کند، نیازهای آن را برآورده بسازد. از پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیدند کدام عمل اسلام بهتر است؟ در پاسخ فرمود این که به دیگران خوراک بدهی و بر هر مسلمانی که میشناسی و نمیشناسی سلام کنی. وقتی پاداش همبستگی، مهربانی، سخاوتمندی و غذا دادن به دیگران در دیگر اوقات بزرگ بوده باشد، پس در ماه مبارک رمضان پاداش آن نهایت بزرگ است و ثواب نهایت بهتر دارد. چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید کسی که به شخص روزدار غذا افطار بدهد برابر پاداش روزدار او برای ثواب داده می شود، بدون اینکه از ثواب شخص روزدار کم کرده شود. و حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما می گوید رسول الله صلی الله علیه و سلم در کار خیر سخاوتمندترین مردم بود و در ماه مبارک رمضان سخاوتمندتر از هر وقت دیگر بود. پس چقدر زیبا می شود این که از مدرسه رمضان درس های ایمانی و فضایل اخلاقی را بیاموزیم تا که به غایت و حقیقت روزه برسیم. حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما می گوید وقتی روزه می گیری پس باید گوش و چشم و زبانت از دروغگویی و ارتکاب گناهان روزه بوده باشد و از اذیت کردن همسایه پرهیز کن و باید در وقت روزداری آثار وقار و آرامش بر تو آشکار بوده باشد. پروردگارا مصر و همه کشورهای جهان را حفظ کن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.